نخستین سوالی رو که میخواستم با شما دکتر بهار در میون بگذارم، ویژگی های این آنفولانزای خاص چی هست و چه تفاوتی داره با آنفولانزای معمولی که به طور کلی فکر میکنم بیشتر ماها در هر زمستان و یا در فصل های دیگر دچارش میشه؟ بله، اول باید دانست که اصلا فرق انفلوانزا یا گریپ و سرماخوردگی معمولی چیه، برای که همیشه بعضی اشتباه میکنن. بیماری انفلوانزا یا گریپ یه بیماری ویروسی بسیار شدیدیه که معمولا با تب خیلی بالا شروع میشه و همراه با کوفتگی ماهیچه و ضعف عمومی، بعد از چند روز ایجاد سرفه های بسیار شدیدی میکنه، برونشیت ویروسی شدیدی ایجاد میکنه و بعد ممکنه منجر به ذات‌الریه میکروبی هم بشه. در صورتی که سرماخوردگی معمولی فقط یه مقداری مریض اگه تب داشته باشه، تبش خیلی کم بالاست، به علاوه احتقان و گرفتگی بینی ممکنه داشته باشه، آبریزش بینی کمی داشته باشه، ولی معمولا کسایی که سرماخوردگی معمولی دارن میتونن برن سر کار، به کار ادامه بدن. در صورتی که بیماری انفلوانزا انسان میندازه، اصلا نمیتونه آدم حرکت بکنه از ضعف و خستگی. این میشه بیماری انفلوانزا. نه، انفلوانزا انواع ویروس های مختلفی داره، ویروس آ، ب، س و غیره، و اینا با هم تفاوتی دارن. ویروس آ که این ویروس این انفلوانزای خوکی این ویروس داره، جنبه همه‌گیری جهانیش بسیار زیاده، یعنی در یه منطقه که شروع بشه امکانش هست که به مناطق مختلف دنیا بره. در صورتی که گروه ب یا بی معمولا من در یه منطقه هست و در یه فصلی ممکنه بیاد و بعد از بین بره. حالا فرق این با این انفلوانزای فصلی که معمولا هر سال میاد اینه که این ویروس این گریپ جدید یه ویروسیه که ترکیبیه از ویروس انفلوانزای خوک، انفلوانزای پرنده یا انفلوانزای مرغی و انفلوانزای انسانی. یعنی خوک ها مثل انسان هر سال دچار بیماری انفلوانزا میشن، انفلوانزای نوع مخصوصی که انفلوانزای خوکیه، ولی خوک میتونه انفلوانزای انسان هم بگیره و میتونه انفلوانزای پرنده و مرغ هم بگیره. وقتی این سه تا وارد یک خوک بشه و اینا ترکیب ژنتیکی ویروس رو تغییر میدن و یک ویروس جدیدی به وجود میاد که بسیار خطرناکه، و علتش هم اینه که این نوع ویروس حتی اشخاص معمولی که سالم هستند و هیچ دستگاه مسئولیتشون تضعیف نشده، بیماری های مزمن کلیوی و نمیدونم ریوی و غیره ندارن، اون اشخاص هم ممکنه دچار این بیماری که بشن مرگ و میر در اونها هم دیده بشه. همینطوری که چند سال پیش در یه اردوگاه امریکا 1979 مثل که بود چندین نفر سرباز امریکایی این ویروس رو گرفتن و از اونا یکیش جان خودش از دست داد در اثر این بیماری. از این جد این بیماری رو خیلی جدیتر میگیرن. به علاوه داروهای ضد ویروسی که به کار میبریم در اینجا ممکنه مؤثر نباشه. البته الان ثابت شده که خوشبختانه سرم این بیمارا رو که نگاه کردن ممکنه به دو دارویی که الان وارد بازار شده جواب به مثبت بده، و این یه خبر بسیار خوبیه، برای که اگر مقاومت باشه درباره این دو داروی جدیدم واقعا این بیماری بسیار خطرناک خواهد. دکتر بهار، راه‌های جلوگیری از یک چنین اپیدمی، صرف نظر از اینکه خب به هر حال واکسنی رو باید تزریق کنن مثلا که امکان گرفتن بیماری رو دارن، چه خواهد؟ متاسفانه واکسن برای این بیماری وجود نداره، بلکه یکی از ویژگی های ویروس انفلوانزا اینه که ویروس انفلوانزا خیلی موذی و متلون المزاجه، یعنی هر سال این پوسته خارجیش یه مقدار تغییر کوچیکی میده که وقتی وارد میشه مثل یک ویروس جدیدیه. از این جنبه واکسنی که ما امسال زدیم ممکنه یک کمی بهتر باشه از کسایی که نزدن، ولی ممکنه جلوگیری از این بیماری مخصوص نکنه. از این جهت سازمان بهداشت جهانی همیشه شروع میکنه به ساختن یه ویروس جدیدی در چینی الان دارن شروع میکنن به ساختن، برای که چندین هفته ممکنه طول بکشه که بتونن واکسن بر ضد این ویروس درست بکنن، و تا اون موقع ممکنه تعداد زیادی از مردم مبتلا بشن به بیماری. این سوال هم هست برای خود من که هر سال واکسن های آنفولانزا تغییر پیدا میکنه؟ بله، به خاطر هم که ویروس تغییر میکنه. البته هر سال معمولا برای سه ویروس مختلف این واکسن ساخته میشه، و معمولا از این سه ویروس یکی یا دو تاش ممکنه شبیه به ویروس سال گذشته باشه، ولی معمولا یکیش جدیده، و از این جهت هر سال بعد این واکسن رو زنیم. مثل واکسن ذات‌الریه نیست، واکسن ذات‌الریه رو هر سال لازم نیست بزنیم، واکسن فلو یعنی انفلوانزا رو بعد هر سال زنیم.
در گزارش ها که حتما شما در جریان امر هستید که این بیماری از مکزیک شروع شده و در همین خطوط مرزی مکزیک با آمریکا در شهر سان دیگو هم مواردی از این بیماری مشاهده شده، چگونه میتوان از این امر جلوگیری کرد، یعنی از امر انتقال بیماری توسط مسافران هوایی یا به هر حال مسافرینی که از طریق بله یکی از مهمترین روش‌های جلوگیری این بیماری اینه، در ضمن فقط در مرز نبوده، در یک دبیرستانی در منطقه کوینز نیویورک بله. تعداد مؤثرین گرفتن چون رفته بودن مکزیک بله. بله. از اینجا الان با هواپیما که شما در عرض 1 ساعت از یک کشور به کشور دیگه میرید دردسر بسیار زیادی و سازمان بهداشت جهانی وقتی هشدار میده تمام کشورها تصمیم میگیرن، مثلا همین الان آمریکا میگه اگه لازم نباشه، کار خیلی مهمی نباشه، مثلا به مکزیکو سیتی نرید، به خاطر همین بله. برای که در ضمن وقتی که میگن مثلا 1400 نفر گرفتن، 1400 نفر بیماریشون انقدر شدید بوده که به پزشک مراجعه کردن، این مثل یک کوه یخه که فقط قسمت بالاش دیده میشه و ممکنه 10000 نفر دیگه این بیماری تا حالا گرفتن در مکزیکو سیتی، منتها عوارضش انقدر خفیف بوده که به دکتر مراجعه نکردن. از این جهت ممکنه در عرض یه روز تعداد بیماران بسیار زیاد بشه، از این جهت این مهمه که مسافرت هوایی به کشورهایی که داره این بیماری شیوع پیدا میکنه آدم نکنه دیگه. دکتر بهار، به نظر شما تا چه اندازه امکان گسترش این آنفولانزا میتونه وجود داشته باشه؟ در چه مناطقی بیشتر؟ متاسفانه نمیشه گفت، همین دردسر الان اینه. از اینجا شما فرمودین که مثلا درجه هشدار رو به 4 آوردن، 4-6 یعنی که اصلا همگیری جهانی شروع شده، یعنی بحثی درش نیست، ثابت کردن که در کشورهای مختلف تعداد زیادی رو گرفتن، 4 یعنی امکان همگیری جهانی هست، ولی مربوط به اینه که این در این هفته آینده که میاد یا هفته های آینده که میاد چقدر مریض در کشورها مختلف دیده بشه، از این جهت غیر قابل پیش بینیه و یکی از دردسرهای این بیماری اینه که خیلی از این جهت هر چه بیشتر انسان پیشگیری بکنه جلوگیری بکنه بهتره. سپاسگزارم از جناب دکتر هادی بهار. خیلی متشکرم.